بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. با سلام و درود محضر یکایک شما بیننده های گرامی، مخصوصا شما شاگردان عزیز. خدا کند وقت خوب و خوشی داشته باشید و لباس عافیت به تن داشته باشید. و چهارمین جلسه از ریاضی صنف نهم قرار داریم و اهداف و موضوعاتی که قرار است در این جلسه مورد بحث قرار بدیم یا اهدافی که داریم، زاویه محیطی دایره و همچنان زاویه ممسی دایره. اما پیش از او خوبه که راجع به درس گذشته یک مرور کوتاهی داشته باشیم. شاگردان عزیز، ما در درس گذشته راجع به خصوصیات وتر دایره آمدیم بحث کردیم و همچنان در ارتباط به خصوصیت شعاع دایره بحث کردیم و گفتیم که در هر دایره قطر عمود بر وتر، وتر و قوس مقابل چکار میکرد؟ نصف میکرد. و همچنان گفتیم که وترهای مساوی از مرکز دایره هم فاصلند. و بیامدیم در ارتباط به چی بحث کردیم؟ در ارتباط به شعای دایره بحث کردیم و گفتیم که شعای دایره در نقطه تماس بالای مماس عموده. این بود موضوعاتی که ما در جلسه قبلی راجع به آنها چکار کردیم؟ بحث کردیم و همچنان سوالات در ارتباط با آنها آمادیم بیان کردیم و تحلیل و تفسیر کردیم. خب پیش از اینکه وارد بحث زاویه محیطی و ممسی بشیم، یک سوال در ارتباط به درس گذشته در ارتباط به خصوصیت شعاع دایره داریم. بیایم این کار کنیم با هم دیگر، بعدا بپردازیم. به چی بپردازیم؟ به درس جدید بپردازیم. شاگردان عزیز، شکلی که من اینجا رسم کردم، سوال به این شکل آمده که در شکل زیر، دقیقا در همه شکلی که اینجا رسم کردم، خط مستقیم دلتا بالای دایره، بالای همین دایره که اینجا رسم شده چیه؟ مماسه. ولی همین چی؟ شوهی که اینجا بیم ولی چی کار شده؟ همین دایره مماسه. وقتی مماس باشه، اگر طول او ام از او تا به چی؟ تا به ام، یعنی دقیقا این خط که اینجا داریم، یعنی طول از ای، از او تا به ام مسعی باشه به چند؟ مسعی باشه به 4 یونیت، به 4 یونیت. و از او تا به این، از او تا به این، دقیقا از او تا به چی؟ از او تا به این مسعی باشه به چند؟ مسعی باشه به 5 یونیت. شما چیر به دست بیارین؟ سوال گفته که شما طول ام اینه به دست بیارین. طول چیر به دست بیارین؟ طول ام اینه به دست بیارین. خب وقتی ما طرف شکل یا طرف خود دایره نگاه کنیم، دقیقا میفهمیم وقتی که ما این خط در نظر بگیریم، این به عنوان شعاعه، چون شعاع خطی بود که مرکز دایره میام و چکار میکرد؟ به محیط دایره وصل میکرد. وقتی مرکز به محیط دایره وصل کنه، دقیقا چی میگیم؟ و در نقطه تماس بالای مماس معمود باشه، زاویه چی میسازه؟ زاویه 90 درجه میسازه. یعنی دقیقا این قسمت زاویه چند درجه ساخته؟ زاویه 90 درجه ساخته. وقت زاویه 90 درجه ساخته، مثلثی به نام مثلث قائم الزاویه تشکیل شده این قسمت. اگر شما خوب دقت کنیم، این زیل ما داریم، این زیل را هم داریم، این زیل را از ما بخواسته. پس میایم با استفاده از قضیه فیثاغورس چیکار میکنیم؟ سوال کار میکنیم. نظر به قضیه فیثاغورس. قضیه فیثاغورس به این شکل بود که مربع وتر مساوی میشد به مجموع مربعات اضلاع قائم. ای وتر مثلث مونه، ای دو ضلع هم از لای چی میشه؟ از لای قائم میشه. خب با توجه به این میایم رابطه تشکیل میدیم. مربع وتر یعنی او این به توان دو، او این به توان دو یا مربع مساوی میشه به چی؟ مساوی میشه به او این به توان دو جمع یا مثبت ام این به توان دو. دقیقا این رابطه، رابطه چیه؟ رابطه ای که ما در بحث قضیه فیثاغورس میامادیم چیکار میکردیم؟ در صنف هشتم راجع به زی بحث میکردیم. خب حالا قیمت گذاری میکنیم. قیمتی که ما مهم به دست میایه، از او تا به این چند داریم؟ ما از او تا به این داریم 4 یونیت. پس میگذاریم چی؟ 4. انی میگذارم 4 یونیت، چون توانم دوه، مینویسم 4 به توان دو مساوی از او تا به این، از او تا به این چند داریم؟ 5. این قسمت 5 می نویسیم.
از او تا به این. خب مسوی از او تا به این چند می نویسیم؟ چار. از او تا به این چند؟ چار. چار به توان چند؟ به توان دو. پس چار به توان دو مثبت. اما از ام تا به این چی بنویسیم؟ از ام تا به این ما این پیدا کنیم، قیمت رو چکا کنیم، دریافت کنیم. پس از اینجا خود زیر می نویسیم، می نویسیم این به توان چند؟ به توان دو. خب رفع توان میکنم و سوال رو چکار میکنه؟ کار میکنیم. پنج به توان دو یعنی پنج ضرب پنج. پنج ضرب پنج چند میشه؟ 25. می نویسم 25. مثل چار به توان دو یعنی چار ضرب چار چند میشه؟ 16. یعنی 16. مثبت چی؟ مثبت ام این به توان دو. ام این به توان دو. پس ام این به توان دو. نظر به قضیه ها و سوالاتی که گذشته ها یا در گذشته ها می آمدیم کار میکردیم چیکار میکنیم؟ معلوم و مجهول میکنیم. این قسمتی که ما این دریافت کنیم به همون طرف معادله باشه، این عدد یه میایم بیش از این عدد. پس چیکار میکنیم؟ وقتی این انتقال میدیم به زینده باید علامه رو تغییر بدیم. علامه رو چیکار کنیم؟ تغییر بدیم. یا نظر به خواص مساوات میفهمیم که وقتی به این طرف بیای چیکار میکنه؟ علامه تغییر میکنه. خب پس 25 خودیو وقتی بیاریم به زیاده علامه نداره، علامه مثبت میشه منفی 16. مثل میشه او طرف چی میمونه؟ میمونه ام این به توان چند؟ به توان دو. از 25 که 16 برای چند دیگه میمونه؟ میمونه 9 دیگه. خب مثل به ام این به توان دو. گفتیم هر زمانی که یک طرف مساوات ما توان دیش باید چی بگیریم؟ از معادله جذر بگیریم. دقیقاً از این طرف هم جذر میگیرم، از این طرف هم چی میگیرم؟ جذر میگیرم. خب وقتی جذر گرفتم با میام این توان با درجه جذر ما که دو باشه تمام میشه. از اینجا چی میشه؟ از اینجا ام این بیرون میشه داخل جذر. خب جذر مربع 9 کدام عدد با خود ضرب کنیم بشه 9؟ دقیقاً 3. 3 ضرب 3 چند میشه؟ میشه 9. پس حال حاصلی که ما به دست آوردیم دقیقاً چند؟ 3. یعنی طول ام این ما چنده؟ 3 یونیته یا 3 واحده. این بود سوالی که در ارتباط به خصوصیت شعاع دایره در درس گذشته مانده بود. حال در این جلسه چکار کردیم؟ کار کردیم. خب بحثی داریم به نام زاویه محیطی دایره. به نام چی؟ به نام زاویه محیطی دایره. پس یکی از بخشایی که در این جلسه ما بررسی کنیم بحث زاویه چیه؟ زاویه محیطی دایره. خب زاویه محیطی دایره چی تعریفینه؟ تعریفی به این شکله که زاویه ای که رأس آن بالای محیط دایره واقع باشه، رأس آن بالای محیط دایره واقع باشه و از لایان دو متر دایره تشکیل بده، دقیقاً به نام چی یاد میشه؟ به نام زاویه محیطی دایره یاد میشه. زاویه ای که رأس آن بالای محیط دایره از لایان دو متر دایره تشکیل بده زاویه محیطی دایره یاد میشه. به نام زاویه چی یاد میشه؟ زاویه محیطی دایره. خب بیایم یک دایره رسم کنیم و با توجه به زاویه چیکار کنیم؟ زاویه محیطی تشکیل بدیم. میام یک دایره رسم میکنم به همین شکل که روی تخته خب یک دایره ما میگیم زاویه محیطی دایره زاویه‌ای که رأس آن بالا چیه؟ بالا محیط دایره. فرض کنیم رأس همین زاویه که ما رسم کنیم دقیقاً این قسمت بالای محیط دایره باشه، از لای هم دو متر دایره باشه. شما میفهمید متر دایره رو ما خواسته باشیم رسم کنیم چیکار میکردیم؟ دقیقاً دو نقطه دایره رو که به هم وصل میکردیم میشد چی؟ میشد متر. من میام از این قسمت یک متر اینجا رسم میکنم و دقیقاً یک متر دیگه همین قسمت رسم میکنم. وقتی به همین شکل ما بیامادیم رسم کردیم حال زاویه‌ای که در وسط ایجاد شد به نام چی یاد میشه؟ به نام زاویه محیطی دایره یاد میشه. به نام زاویه محیطی دایره. یعنی دقیقاً این قسمت چی میگیم؟ این قسمت میگیم زاویه چی؟ زاویه محیطی دایره. زاویه که رأس آن بالای محیط دایره باشه از لای هم چی باشه؟ دو متر دایره تشکیل ده.
این رأس بال مویید شد، از لای هم چی شد؟ دو تا وتر دایره شد. حال گب اینجایه که هر زاویه مویتی در مقابل خود یک قوسی جدا میکنه. اگر شما دقت کنیم، بیایم میرم نام بگذاریم، فرض کنیم این قسمت این زاویه رو میگذارم، فرض کنیم الفا میگذارم، این قسمت رو هم ای میگذارم، این قسمت رو هم بی. هر زاویه محیطی دقیقا به مقابل خود چی جدا میکنه؟ به مقابل خود یک قوسی جدا میکنه. دقیقا این قسمت یک قوسی به مقابل خود جدا کرده. اگه بیایم دقت کنیم و دقیقا و دقیقا برابر به نصف قوس مقابل خونه. برابر به چیه؟ برابر به نصف قوس مقابل. یعنی اگر ما خواسته باشیم زاویه محیطی از این به دست بیاریم، زاویه الفا رو به دست بیاریم، الفا مساوی میشه به نصف قوس مقابل، یعنی ابیر تقسیم چی کنیم؟ تقسیم دو کنیم. اگر ابیر تقسیم دو کنیم یا قوس مقابل نصف کنیم، دقیقا چی به دست میایه؟ اندازه زاویه محیطی به دست میایه. خب بیایم در ارتباط به زاویه محیطی چکار کنیم؟ یک سوال کار کنیم و سوال تشریح و توضیح بدیم. سوال به این شکل آماده، من اینا رو پاک میکنم، بعد از اون سوال رو مینویسم، با توجه به سوال باز توضیحات میدم. خب سوال به ما گفته در دایره سی با مختصات مرکز او و شوی آر، اگر زاویه مرکزی، بیایم رسم بکنیم، بعد از اونی با توجه بزو چکا کنیم تشریح بدیم سوال. خب به این شکل آماده سوال، دقیقا این مرکز. خب این وصل میکنیم به زی قسمت، بعد از اون به این شکل سوال وصل شده و این به این شکل. در همین دایره که اومدم من رسم کردم، مرکز هم چی میشه؟ او میشه و ای ا باشه، ای بی باشه، ای هم چی باشه؟ سی باشه. سوال به این شکل طرح شده که در دایره سی با مختصات مرکز او و شوای آر، اگر زاویه مرکزی ا او بی، زاویه مرکزی ا او بی، دقیقا زاویه مرکزی شما میفهمی قسمته، ما در درس گذشته خواندیم که زاویه مرکزی زاویه که رأس آن در مرکز دایره بود، از لای هم از دو تا شوای دایره تشکیل میشد. زاویه مرکزی دایره باشه چند درجه؟ باشه 60 درجه، باشه 60 درجه. خب شما طول قوس AB را به دست میاریم، طول قوس AB یعنی دقیقا این قسمت را به دست میاریم، طول قوس چی؟ AB به دست میاریم و همچنان زاویه محیطی دایره به دست میاریم. زاویه چی به دست بیاریم؟ زاویه محیطی دایره رو چکار کنیم؟ به دست بیاریم. خب ما نتیجه میگیریم که از سوالی نتیجه میگیریم که وقت زاویه مرکزی رو داشته باشیم، قوس مقابل رو ما داریم، قوس مقابل رو داریم. پس وقت زاویه مرکزی 60 درجه باشه، قوس مقابل که از اتوب بیه، دقیقا این قیمت از این ما داریم، چون این هم مساوی میشه به چند؟ مساوی میشه به 60. پس من ریت می نویسم که زاویه یا قوس مقابله یا قوس چی؟ قوس AB، خود قوس AB هم مساوی به چند میشه؟ مساوی میشه به 60 درجه. خب وقتی ما بیامونم قوس مقابله بیانم نوشته کردم مساوی میشه به 60 درجه یا همون 60 درجه رو بدم. خب با توجه به زی میام چیکار میکنم؟ زاویه محیطی رو به دست بیارم. حالا زاویه محیطی کدام قسمته؟ اگر شما بیم دقت کنین، دقیقاً از ACB، یعنی دقیقاً این قسمت، این قسمت به نام زاویه چی یاد میکنیم؟ به نام زاویه محیطی یاد میکنیم. خب ما می نویسیم که زاویه محیطی، زاویه ACB مساوی میشد به چی؟ مساوی میشد به نصف قوس مقابل. خود قوس مقابل چند به دست آوردیم؟ 60 به دست آوردیم، یعنی دقیقا این قسمت 60 به دست آوردیم. حال با توجه به زی ایر که ما نصف کنیم،
یعنی شانس تقسیم دو کنیم دقیقا چی به دست بیاید؟ نصف عدد ما به دست بیاید. پس می نویسم قمی زویه محیطی چی؟ محیطی A, C, B مثل ای میشه به 60 که تقسیم دو کنیم چند میشه؟ سی. سی درجه. دقیقا این زویه زوی چیه؟ زوی محیطی که ما بیامادیم دریافت کردیم با توجه به چی؟ با توجه به شکل که با ما داده شده بود و ما گفت که در همین زویه زوی مرکزی 60 درجه شما اندازه قوس ای بی رو به دست بیاریم، زویه چی به دست بیاریم؟ محیطی رو. ما گفتیم وقت زاویه مرکزی ما 60 باشه قوس مقابلی هم 60، وقت قوس مقابل 60 باشه زاویه محیطی نصف قوس مقابل خونه، پس دقیقا میشه نصف 60 درجه. خیلی ساده انشاءالله در این بحث چکا کردیم، آماده موضوعات رو تحلیل و تفسیر کردیم. بحث بعدی که داریم در ارتباط به چیه؟ در ارتباط به زاویه ممیزی. زاویه محیطی رو خواندیم، گفتیم زاویه محیطی دایره زاویه که رأس آن بالای محیط دایره قرار داره و از دو وتر دایره تشکیل میشد. این شد بحث چی؟ بحث زاویه محیطی. اما زاویه ممسی چی رقم زاویه؟ بحثی داریم به نام چی؟ به نام زاویه ممسی دایره. زاویه ممسی دایره. خب زاویه مماسی دایره زاویه که یک ضلع مماس به دایره و ضلع دیگر چه وتر دایره. هر زاویه که شما در بحث دایره رسم کردیم یک ضلع مماس به دایره بود و ضلع دیگر هم وتر دایره بود، او رو به نام زاویه چی یاد میکنیم؟ به نام زاویه ممسی دایره یاد میکنیم. اگر بیایم یک زاویه رسم، یک دایره رسم کنیم و با توجه به چه کار کنیم، بیایم زاویه ممسی توضیح بدیم یا تشریح کنیم، میام دایره رسم میکنم به این شکلی که دیده میشه. خب این شد دایره. حال زاویه ممسی دایره چی رقم زاویه؟ گفتیم که زاویه که یک ضلع مماس به دایره. یک ضلع چیه؟ یک ضلع مماس به دایره. وقتی یک ضلع مماس به دایره باشه میاییم یک ضلع مماس چکار میکنیم؟ به دایره رسم میکنیم. دقیقا من میام این قسمت چکار میکنم؟ یک ضلع مماس به دایره رسم میکنم. این شد ضلع مماس. حال ضلع دیگه چی میشه؟ ضلع دیگه هم وتر دایره میشه. دقیقا این قسمت میام چکار میکنم؟ میگم این باشه چی؟ یه هم باشه وتر. با توجه به شکل ما میگیم که زاویه ممسی زاویه که یک ضلع مماسه. اگر اینا رو نامگذاری کنم، ای ا باشه، ای بی باشه، فرض کن ای هم چی باشه؟ تی باشه. حالا دقیقا این قسمتی که شما میبینیم به نام زاویه چی یاد میشه؟ زاویه ممسی. چرا؟ چون یک ضلع مماس شد، یک ضلع هم چی شد؟ وتر دایره شد. پس اگر نام از این هم بگذارم چی؟ الفا. میگم الفا به نام زاویه چی یاد میشه؟ به نام زاویه ممسی دایره یاد میشه. با توجه به زاویه مرکزی و زاویه محیطی که می اومدم در هر کدام در مقابل قوسی جدا میکردن، دقیقا زاویه ممسی هم در مقابل خوی قوسی جدا میکنه. اگر شما دقت کنیم از A تا به B دقیقا قوسیه که همین زاویه به مقابل خود چکار کرده یا به روبرو خود بیامده جدا کرده و زاویه ممسی دقیقا برابر به نصف قوس مقابل خونه. برابر به چی؟ برابر به نصف قوس مقابل خونه. خب سوال دارین در ارتباط به زاویه ممسی؟ بیاییم در ارتباط به زاویه ممسی سوال چکار کنیم؟ کار کنیم. خب پیش از اون یک دایره رسم میکنم، بعد از اون با استفاده از دایره چیکار میکنم؟ سواد کار میکنم. یا میتونم همین شکل را بیام درست کنم سوال، بعد از اون چیکار کنم؟ سوال را کار کنم. خب سوال به این شکل آماده به ما گفته که در شکل زیر در همین دایره که اینجا ما رسم کردم باشه شکل کاملتر بنویسم. این قسمت یک قطری آماده رسم شده. خب و همچنان زاویه چی؟ زاویه مرکزی رسم شده.
دقیقا این قسمت را میگم چی؟ زاویه مرکزی. ولی شکل که به سوال آمده درست شد انشالله. سوال به این شکل که در شکل زیر یا در همین شکل که می بیام آدم رسم کردم روی تخته گفته زاویه مرکزی 45 درجه. زاویه مرکزی چند درجه؟ 45 درجه. یعنی زاویه مرکزی دقیقا گفتیم زاویه که راس در چیه؟ در مرکز دایره. این میشه 45 درجه. وقتی زاویه مرکزی 45 درجه باشه شما چی دریافت کنیم؟ وسعت زوایای محیطی و ممسیر دریافت کنیم. وسعت زوایای چی به دست بیاره؟ محیطی و ممسی. پس هم از ما زاویه محیطی خواسته و هم از ما زاویه چی خواسته؟ زاویه ممسیر خواسته که هر کدوم شما چکار کنیم؟ دریافت کنیم. خب این شکل ما این قسمت ا باشه، این راستی که اینجا نوشته داریم این بی باشه، این مرکز هم او باشه، این قسمت سی بگیم، این قسمت هم دی بگیم. حال با توجه به شکل میایم چکار میکنیم؟ مشخص میکنیم که کدام قسمت زاویه چه؟ زاویه ممسیه و کدام قسمت زاویه محیطیه. مینور نام بگذارم، فرض کنیم این قسمت رو بگذارم بیتا. زاویه مرکزی دایره، این قسمت که رأس بالا محیط دایره، از لای هم دو تا وتر دایره به نام زاویه محیطی دایره. و زاویه الفا را اگه دقت کنیم زاویه که یک رأس این رأس مماسه، این رأس هم چیه؟ وتر دایره، زاویه ممسی دایره. پس زاویه ها مشخص شد، الفا به نام زاویه چی یاد شد؟ ببین به این شکل ما الفا به نام زاویه ممسی یاد شد و بیتا به نام زاویه محیطی یاد شد. خب با توجه به زی میایم چیکار میکنیم؟ سوال را کار میکنیم. حال دقت کنیم که زاویه مرکزی رو داریم. وقتی زاویه مرکزی رو داشته باشیم دقیقا شکل سوال ساده تر میشه. میایم چیکار میکنیم؟ میگیم قوس مقابل از این میشه 45. پس وقتی 45 باشه قوس مقابل یعنی دقیقا AB از A تا به B قوسی که داریم این هم برابر به زاویه مرکزی خونه. برابر به چی میشه؟ برابر به 45 درجه. یک شکل که به دست آوردیم دقیقا این هم چی شد؟ این هم 45 درجه شد. وقتی 45 درجه باشه حالا چکار میکنیم؟ میایم با توجه به زی یا با توجه به همین شکل زاویه خود تشکیل میدیم. خب وقتی قوس مقابل 45 باشه ما این زاویه محیطی رو به دست بیاریم. زاویه محیطی دقیقا برابر به نصف قوس مقابل خونه. برابر به چیه؟ برابر به نصف قوس مقابل. یعنی دقیقا اگه ما خواسته باشیم زاویه بیتار به دست بیارم که به نام زاویه چی یاد میشه؟ به نام زاویه محیطی یاد میشه. به نام زاویه محیطی. زاویه بیتا مثل این میشه به نصف قوس مقابل. قوس مقابل چنده؟ 45. این بیتای نصفی هم چند؟ این 45. 45. 45 که نصف کنیم چند میشه یا تقسیم دو کنیم؟ میشه 22 اشاریه چند؟ 22 اشاریه 5. این به همین سادگی قیمت زاویه چی به دست آمد؟ محیطی به دست آمد. حال از ما زاویه چی به دست خواسته؟ زاویه ممسیر آمده خواسته. زاویه ممسی هم نصف قوس مقابل خونه، یعنی از بی تا به سی. اگر خواسته باشیم زاویه ممسیر به دست بیارم زاویه چی؟ زاویه الفا. زاویه الفا مثل این میشه به قوس بی سیر تقسیم چی کنیم؟ تقسیم دو کنیم. ولی وقتی نگاه میکنیم قوس بی سیر نداره. این شکل ما این قسمت به دست آوردیم چند؟ 45 به دست آوردیم. با توجه به این قطر دایره، قطر دایره داره دقیقا به دو قسمت تقسیم میکرد. حالا این قسمت چند درجه؟ 180 درجه. وقتی 180 درجه باشه چه کار میکنیم؟ وقتی 180 باشه 45 که اینجا داریم از 180 45 کم میکنیم. چند تا دیگه میمونه به این قسمتی که ما اینجا باید نوشته کنیم؟ دقیقا 135 تا دیگه میمونه. سر چند تا؟ 135. این 135 از کجا اومد؟ بیا مادم چون این قطر دایره دقیقا قطر دایره دایره به دو قسمت تقسیم میکنه. 180 درجه اون طرف، 180 درجه این طرف. از 180 که 45 بره 135 میمونه. حال با توجه به زو میام چیکار میکنم؟ 135 135 نصف میکنم یا تقسیم دو میکنم که زاویه ممسی به دست میاد. میشه 67 اشاریه چند؟ 67 اشاریه 5.
و نکته آخر که در ارتباط به زوی ممسی و محیطی داریم به این شکله که هرگاه زاویه محیطی، زاویه ممسی و همچنان زاویه مرکزی در مقابل عین قوس قرار بگیرن، در مقابل چی؟ در مقابل عین قوس قرار بگیرن، زاویه ممسی با زاویه محیطی مساویه و هر کدام برابر به چیه؟ برابر به نصف قوس مقابل خونه، برابر به نصف قوس مقابل خونه. این بود موضوعاتی که در جلسه چهارم به سهم شما رسانده شد. خدا کند که موضوعات درست درک کرده باشیم و تمرین و تکرار انشاءالله فراموش نکنید. تا جلسه بعدی و دیدار بعدی شما رو به الله نازنین می سپارم. الله یار و مددگار شما باشد.